المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. شام عید سعید مبعث و آغاز پیغمبری خاتم و شروع مصیبت‌ها و شروع مشکلات در مسیر ابلاغ وحی برای پیغمبره. در ابتدای منبر اول این نکته رو اشاره بکنم که فرق بین عید مبعث با بقیه اعیاد اسلامی اینه که ما در تمام اعیاد اسلامی از دو چشممون اشک شوق باید ریخته بشه، خوشحال باشیم، ولی در عید مبعث از یک چشممون اشک شوق و چشم دیگرمون اشک غم. برای اینکه اگر کسی بداند و تاریخ رو بخواند و بفهمه که پیغمبر اکرم در طول این 23 سال چه لطماتی رو متحمل شد، وقتی عید مبعث میاد هم خوشحاله، هم دلش برای مظلومیت و قربت پیغمبر میسوزه. قرآن کریم فقط 16 یا 17 توهین به پیغمبر رو مطرح کرده و قرآن کریم و خدای متعال از پیغمبرش دفاع کرده که اگر یه دونه از این توهین‌ها رو به من و شما بکنن به هم میریزیم، اعتدالمون رو از دست میدیم، پشیمون میشیم. بعضی اینقدر براشون آبروی اجتماعی مهمه که چه بسا قهر میکنن با جامعه و خونه نشین میشن. یکی از این 17 تا، یکی از توهینایی که به پیغمبر کردن مجنونه، دیوانه است. حالا یکی به من و شما بگه تو دیوانه ای، رو شوخی نه، یه نفرم نه، یه شهر به آدم بگن این دیوانه است، خود همین نسبت و اتهام چقدر زجرآوره. دوم ساحره، جادوگره. سوم کذاب، دروغگوه. شما نگاه کن تو جمع رفقاتون اینجوری فرض کنید، تا میای حرف بزنی بگن آقا بلوف نزن، دروغ نکن، تو یه رود راست تو شکمت نی، تو 100 تا چاقو بسازی یکیش دسته نداره، تو همش دروغ میگی، چقدر اعصابت میریزه به هم. تازه من و شما سابقه دروغگویی هم داریم. حالا اگه 100 تا دروغ نگفته باشیم 50 تا گفتیم. پیغمبر اکرم تو عمرش خلاف واقع حرف نزده، پس باید درد پیغمبر بیشتر از ما باشه. یکی از تهمتایی که پیغمبر زدن اینه که جن زده است، خواب زده است، سخن دزده، حرف مال خودش نیست، از این ور اون ور میخونه، بعدم میگه جبرئیل به من گفت. سلمان و امثال سلمان حرف یادش میدن، میگن بگو خدا به من گفته. این جسارت هایی که به پیغمبر اکرم کرده، جاه طلبش دونستن، شهوترانش دونستن، صفاتی به پیغمبر نسبت دادن که عرض میکنم یه دونش رو در حد معمولیش بنا شما نمیتونیم طاقت بیاریم، غیر دندون شکستناش، غیر پیشانی پیغمبر شکستناش، فقط حرفایی که بهش زدن ایناست.
شکمبه شتر ریختن رو سر پیغمبر. شکمبه شتر رو از نزدیک نمیدونم دیدید یا نه، جایی شتر نهر میکنن برید ببینید. مرغ وقتی سر میبرن سنگدونش کوچیکه، اندازه یه تخم مرغه. گوسفند رو وقتی سر میبرن دیدید سیرابی شیردونش اندازه یه خربوزه است. گاو رو وقتی سر میبرن بزرگتره، بزرگترین شکمبر و شتر داره. از وقتی رو سر یکی از بلندی بریزن فقط سر کثیف نمیشه، فقط رو شونه کثیف نمیشه، تمام هیکل کثیف میشه. یه بار دوبارم نه، ده ها بار شکمبه شتر ریختن رو سر پیغمبر. من نمیخوام شام عیدی ناراحتتون کنم، فقط میخوام بدونید امشب برای کی و به چه نیتی دور هم نشستیم، وظیفه ما چیه، چیکار باید بکنیم. یکی از کارهایی که با پیغمبر کردن اینه، خاکستر داغ همراه با آتیش ریختن رو سر پیغمبر، که این نکته‌ای که من عرض میکنم رو از قول حضرت زهرا براتون میگم سلام الله علیها. ایشون میفرمود بارها و بارها یهودی های مکه میمدن خاکستر داغ رو سر بابا میریختن، گل آتیش گاهی میفتاد تو یقه پدر من و از گردن تا پشت پای پیغمبر کمر پیغمبر رو میسوزون. عمامه پیغمبر گاهی آتیش میگرفت، موی سر مبارک پیغمبر آتیش میگرفت، بدن پیغمبر آتیش میگرفت. به جای اینکه نفرین کنه گفت اللهم اهد قوم فانهم لا يعلم. تا حالا شده به دشمنت دعا بکنی؟ شده برای دشمنت گریه بکنی؟ پیغمبر فضیلت هایی داره که یک ده شب فقط تفاوت او را با سایر انبیا باید گفت، نه فرق بین ما و پیغمبر. من میخوام بگم بین انبیا و پیغمبر به اندازه یک رسول الله فاصله است. حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، ببین بین ما و رسول خدا چقدر فاصله است. و آدم دلش از چی میسوزه؟ از این دلش میسوزه که این همه پیغمبر زحمت کشیده، سیلی خورده، چوب خورده، کتک خورده، فوش خورده، اذیت شده تا این لا اله الا الله به دست من و شما رسیده. امروز مسلمان ماها اسلام پیغمبر رو با چی عوض میکنن؟ با یه عقد عروسی، با یه سیدی مبتذل، با یه شبهه. یعنی از یه لیوان آب خوردن راحت تر دینشو میده. چرا؟ چون نمیفهمه پیغمبر برای او چه کرده. فرق است بین امام و نبی. فرق بین امام و نبی رو خود امام صادق فرموده. امام صادق فرمود الامام کل کعبه یطاف ولا یطوف. امام مثل کعبه میمونه، کعبه رو مردم باید بیان سراغش دورش طواف کنن، کعبه کسی رو طواف نمی کنه، کعبه طواف میشه. معناش اینه که امام باید شاگردها به او رجوع کنن ولی پیغمبر باید دنبال شاگرد بره. و این که میگن معلمی شغل انبیاست، نمیگن شغل ائمه، به خاطر اینه که به امام رسول نمیگن ولی به پیغمبر رسول میگن.
رسول یعنی فرستاده شده، یعنی باید بری تو کوچه بازار مشتریات رو پیدا کنی، شاگردات رو پیدا کنی، تهمت ها رو بخوری، حرفای زشت رو بشنوی، کتک اگه هست بخوری، همه اینا رو تحمل کنی تا با صبرت، با اخلاقت، با کلامت، با معجزت، با بیانت، با رفتارت دلهای سنگی رو آب کنی. بدترین شکنجه ها رو باید متحمل بشی، حرفم نزنی. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا. تو این آیه قرآن کریم 5 وظیفه رو برای پیغمبر تعیین کرده. اول شاهد باش، در دل مردم باش، الگو باش، مردم ببینن تو رو. صبر است.